چشمانتان را ببندید و تصور کنید دنیا و اطرافتان را نمی بینید. رنگ را تشخیص نمیدهید. طبیعت، حیوان و انسان از دور برایتان غیر قابل تشخیصند. راه ها را نمی توانید پیدا کنید. کتاب نمی توانید بخوانید. تلویزیون نمی توانید تماشا کنید و بسیار کارهای دیگری که نمی توانید بکنید. آدم در چنین وضعیتی چطور می تواند گلیم خود را از آب بکشد؟ مهمان من در این برنامه به عبارت دیگری ویژه از لحظه تولد چنین دنیایی داشته ولی نه فقط گلیم خود را عذاب کشیده بلکه داستان زندگی او داستان موفقیت هاست اسکندر آبادی بیش از سی سال است که در آلمان زندگی می کند در اونجا دکترای زبانشناسی تطبیقی گرفته خبرنگار است مترجم رسمی است خواننده و نوازنده است و کوشیده برای بینایان دریچه‌ای به دنیای نابینایان باز کند چطور توانسته با وجود محدودیت های فیزیکی در کشوری غریب و در فرصتی کوتاه به چنین موفقیت دست با او در دفتر کارش در رادیو صدای آلمان دویچه بله گفته گفتگو کرد؟ آقای اسکندر آبادی به برنامه به بار دیگری ویژه خوش آمدید درود بر شما و درود بر بینندگان این برنامه و هم سرنوشتان من هم زبانانی که هر کجا که هستن این برنامه رو میبینن و میشنون آقای آبادی شما با این مقدمه که من خوندم موافقید یعنی فکر میکنید اگر یک آدم بینا چشماش هم بذاره به دنیای نابیناها ها گام میذاره شاید همه جاش صدق نکنه یعنی هم صد درصد صدق نمیکنه چون یک باره یک نابینا که نابینا نشده و یک باره چشم بسته نشده بلکه مثلا من با این کمبود بزرگ شدم و طبیعتا به این حالت عادت کردم من یک نقل قولی می کنم از شما شما میگین در جایی که خیلی ها از این که میبینن نابینایان از پس کارهای خود برمیآیند تعجب میکنند علت حیرت اونها این است که بیشتر مردم با آرزه کوری آشنا نیستند و انتظار ندارند که یک نابینا بتواند مثلا درست راه برود یا کارهایش را به درستی انجام دهد و اگر نابینا این کارها را به درستی انجام داد میگویند که عجب هوش تیزی دارد منظورتون اینه که بعضی از آدمهای بینا به نابینایان بیتوجهند یا بر اساس نگاه سنتی از دیدی اونها آدم نابینا یا آدم ناقصیه که قرار نیست بتونه کارش خوب انجام بده نابینا برای آدم و دیگه یک, یک پدیده رازا میخته است یعنی انتظار ندارند که یک نابینا درست را بره نمیدونم تند را بره یا این کار رو بکنه اون کار رو بکنه و به این خاطر وقتی که میبینن که این کارو میکنه روی دوم سکه این اینه که در از انتظار دارن که نابینا خیلی ناتوانتر از این حرفا باشه حالا شما شاید نظرای هستین یک نظرهای استثناء هستید ولی بالاخره یک عده ناراحت میشن و شاید عده کمی هم نباشن که وقتی که اینجور مواجه میشن که بهشون به عنوان آدمای ناقص نگاه میشه و انتظار ندارن کاراشون خوب انجام بدن خب برحال ناراحتشون میکنه خب از طرف دیگه وقتی که آد... مواجه میشن با آدم های مثل شما که به این به مشکلات آ... خیلی راحت پشت سر گذاشتین که نگاهتون متفاوت بوده از هر اول اعتماد به نفس خیلی قوی داشتین وقت نقش آدمای مثل شما چقدر مؤثره برای اینکه اعتماد به نفس بقیه نابیناها رو ببره بالا من فکر میکنم که بیشتر, بیشتر بیناها رو واقف میکنه به اینکه نابینا رو به عنوان یک آدم معمولی قبول کنند تا اینکه اعتماد به نفس نابیناهای دیگر هم به دست بیارن ولی میتونم اینو بگم که نابیناها خیلیشون از هایی که خلاصه به جایی رسیدن و کارهایی میکنند که برای دیگران نمونه است خوشحال میشن و میگن نه فکر نکنید که مثلا خود من خیلی میبالم به نابیناهایی که از نظر تکنیکی اینا خیلی وارد هستن ماهر شما هستن شما حالا در همین زمینه اینکه کمک به نابینایان بشه و از نظر ارتقای اعتماد به نفسشون و از طرف دیگه کمک به بیناها بشه برای اینکه نگاهشون نسبت به نابیناها عوض بشه خود شما کاری خاصی در این زمینه میکنید دو کار میکنم اول اینکه مثلا وقتی که توی مترو وایستادم و یکی به میگه که میخوای جام بدم به تو میگم که نه من خیلی راحت میتونم وایسم ولی اصراری هم در این نمیکنم که اون وقتی که هی فکر میکنه که من الان میافتم میگم که خیلی خوب باش میگیرم میشینم یعنی اینکه همیشه اشاره به این میکنم که نه نا ما نابینا میتونیم این کار رو خودمون انجام بدیم دومی که وقتی که مثلا استاد راهنمای من گفتش که اجازه دارم تو این مقدمه ای که بر کتاب پایان نامه دکتری تو هست بنویسم که تو نابینایی گفتم که اگر که این کتاب راجب نابینایی بود بله ولی به نظر من چون نیست به راجب تو ماسمان هست دلیل نداره ما این کارو بکنیم یعنی که کاری که من میکنم اینه همیشه بگم که ما توانایی هایی داریم که شاید معلوم نباشه و دومی که بابا ما هم جزب جامعه هستیم و همون غم و قصه همون کمبودها و همون ضعف و قوت هایی رو داریم که بخیه دارن <applause> شما می کنین که نگاه سنتی به همین که صحبت کردیم در بادش به نابینا ها در جامعه ایران از زبانی که شما کودک بودید و مدرسه رفتید و برخورد میکردید با آدم ها تا حالا عوض شده یعنی مردم یک طور دیگه نگاه میکنند، نوع نگاهشون مثبت‌تر نسبت گذشته من فکر می‌کنم به خاطر همین هایی که یکیشو الان شما دارین می‌ذارین خیلی نگاه فرق کرده قبلا اینقدر ما هایی نداشتیم که مثلا آدم‌هایی مثل من رو یا اصولا ها یا توانخوان دیگر رو نشون بدن و بگن که اینها هم مثل ما هستن اینها نداشتیم چنین چیزی و خیلی ها حتی در ایران ما نابینایانشون توانخواهانشون رو پنهان میکردن از دیگران چنین چیزی امیدوار هستم لاقل که الان نباشه و میدونم که در خیلی از جاها نیست و پیشرفت زیادی حاصل شده فقط به خاطر اینکه ارتباطات خیلی آسونتر شده بهتر شده و خب تحصیلات فنی هم زیادتر شده من زمانی بود که برای نوشتن کتاب های درسی خط بریل اینها رو دونه دونه نقطه نقطه با دست ما اینا رو روی لوهایی می نوشتیم و آخر سال که می این کتاب های ما آماده می شد ولی الان کامپیوتر هست ما با کامپیوتر کار می کنیم نمیدونم آیفون همه چیز رو هم برای شما میگه هم شما میتونید باش حرف بزنید خب اینا خیلی تاثیر داره دیگه که مردم بدونن نابینایان هم یا توانخواهان هم میتونن خیلی کارهایی که ما انتظار نداریم بکنن ب ب ب انتظار نداریم که بکنن میکنن <applause> شما میگید که نابینایی در اصل یک نارسایی عام است و به جنسیت آدم ربطی ندارد اما نوع برخورد جامعه با زنان مثلا در یک جامعه مرد سالار طبعا وضعیت را برای زنان توانخواه یعنی معلول مشکل تر میکنه تجربه خود شما چیه در این زمینه؟ شما فکر می‌کنین زن و مرد بر با مسئله نابینایی متفاوته؟ من فکر می‌کنم که یعنی لاقل تجربه ای من نشون میده که زنان با توانخواهان برخورد راحت تری دارن. یعنی با من که برخورد راحت تری از مردان داشتند. دومی که من چون خواهرم هم نابیناست میدونم که اون از محدودیت های بیشتری برخورداره ولی یعنی دوچار محدودیت های بیشتری برخوردار که چه و در ضمن هم خب زنان ما اصولا از محدودیت های یعنی به محدودیت های گرفتار هستن خب طبیعی است که معلول هاشون توان هم محدودیت هاشون بیشتره ولی اون چی که میتونم بگم در مورد آدم های دیگه این هست که همطور که گفتم مثلا یک زن بیشتر میاد بپرسه که شما جایی میخوای بری نمیدونم میتونی میدونی کجا میخوای بری در صورتی که مردان خیلی از اونهایی که من رو قافلگیر میکنن مردان هستن منظورم از قافلگیری اینه من باید حتما یه قضیه رو برای شما بگم روزی نیست که من از این پله های برقی که توی مثلا ایسکای راهان هست نگذرم خب و یه دفعه یه کسی پشت منو که یه کل پشتی به پشتم هست معمولا نگیره بدون اینکه به من بگه برای اینکه نگران میشن که الان این نابینا میره روی این پله برقی میفته بدون اینکه به من بگن خب ولی اگر کسی باشه که حتما بگه که مراقب باشین اینجا پله برقیه حتما زنه یعنی حساس‌تر به قضیه و اینو عاقلانه تر برخورد میکنن و یک صحبت هم شما میکنید که مثلا مثالی میزنید در یک مصاحبه دیگه که کرده بودین که مثلا ما در جامعه میبینیم که خیلی همسران مردهای نابینا زن بینا هستن ولی برعکسش خیلی کم تره بله این درسته این برمیگرده به مردهای ما که وقتی میخوان به خصوص ازدواج کنن دنبال یک همسر کامل میگردن و نمیدونم شاید به خودشون کمتر نگاه بکنن چون ببینید معلولیت توانخواهی فقط چشمی نمیدونم پایی دستی نیست ما میتونیم بگیم معلولیت سنی وجود داره یعنی که وقتی ما چه میدونم یک آدم 60 ساله‌ای که مثل من باشه حالا این وضعیتش فرق میکنه کمبوداش بیشتره تا یک دختر من که 22 سالشه همه کار میتونه بکنه معلویت هایی هستن که ما نمی بینیم اینها رو در خودمون هم نمی به خاطر همین دنبال کمال می دنبال یک پارتنر کامل می کردیم شما از کودکی برای موفقیت در کاراتون خیلی سمج بودین از اصفهان شروع می شما در بندر محشر زندگی می کردید پدرتون تا کارمند شرکت نفت بود ولی به خاطر شما و خواهرتون که اون هم نابیناست به اصفهان رفتید و میشه گفت که سنگ بنای موفقیت های بعدی شما در اصفهان گذاشته شد میتونید توضیح بدین در زمینه در اصفهان یک سازمان نابینایانی بود در زمان ما که این رو پاستور کریستوفل یک آلمانی که به خاطر تبلیغ مذهبی مسیحیت به ایران آمده بود ایشون بنا کرده بود سازمان دیگری هم وجود داشت به نام نوراین که این سازمان از طرف انگلیسی هایی که اونها هم برای تبلیغ مسیحیت آمده بودن اداره می شد. پدر من یک نامه نوشته بود به روزنامه های کسی رو کیهان اطلاعات و از اینا خواسته بود که بله ما که از ایران نوین حرف میزنیم کجا این مدارسی که مثل اروپا نابینه ها توش درس میخونن و نمیدونم به مراتب عالی میرسن و اینها و دو نفر انگلیسی آمدون خونه ما در بندر ماشر و گفتن ما یه همچین مدرسه داریم برای نابینه ها البته ما مبلغ مذهبی هستیم ولی کسی رو مجبور نمی کنیم و به این ترتیب بود که ما یعنی ما یعنی من و خواهرم آزاده به اصفهان اومدیم و اونجا در سازمان نابینایان نوراین بودیم و بعدش هم من به شبانه روزی که برای پسرها بود مخصوص ویژه پسرها بود پسرانه بود رفتم که کریستوفل باشه اونجا بله تا دیپلم رو اونجا بودم شما در همون زمان علاقه من به موسیقی شدید و یک ویولون خریدید چرا ویولون؟ راستش دوستان نابینای من اونجا ویولون میزدن من یک قضیه رو بگم که یه روز که این بچه ها داشتن ساز میزدن و اینها یک دوست عزیزی به نام بهرام بهزادپور داریم که الان در امریکا هست ایشون آکوردون میزد منم دیدم یه پیت حلبی اون کنار افتاده برداشتم و با اینا ریتم گرفتم و اینقدر این ضرب رو مثل اینکه خوب گرفتم که این بهرام من گفتش که بچه جان تو که اینقدر خوب بیزنی خوب یه ساز خوب بزن و او بود که منو تشویق به آموختن ویولون کرد ولی من صدای این ساز رو در رادیو هم که میشنیدم همون موقع در 11 12 سالگی تشخیص میدارم که مثلا این آقای بدیعی این الان یا حقیست داره میزنه اینه که خودم خیلی علاقه داشتم و گفتم که آخه این ساز ساز گرونیه و این گفتش که نه میری تو باغ کار میکنی روزی یه تومن جمع میکنی و 60 تومن جمع کردی میری یه ویولون میخری ویولون به قول معروف دو چهارم میخری که دستانه کوچیکی هم داشتم اون موقع و به هر حال این ساز رو خریدم و بهرام بهسادپور اولین معلم من بود بعد 14 سالم بود که رفتم به رادیو و اونجا بود که با نوت و ارز کنم ردیف موسیقی و نزد استادانی که اونجا می با این به قول معروف شاخه های موسیقی آشنا شد اگر آبی رود آزادی با اگر خاکی دشت آبادی باش اگر آتش گرمای اشقی پاک اگر بادی پیغام شادی باش اگر کوهی بکشان به, به هوای نوید اگر راهی برسان به سرای امید همیشه زینسان باش اگر دستی برهان ز تباهی و زور اگر چشمی به نگر به تلیعه نور تا هستی انسان با شما آوازم هم و در, در سبک و مایه های مختلف هم میخونین بسیار خوب شما بعد از اینکه دیپلومتون گرفتین و در کنکور شرکت کردید و در رشته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران قبول شدید ولی درستون نیمه کاره موند بله انقلاب شد و من رفتم به دانشگاه تهران و بعد هم قرار بود که انقلاب فرهنگی بشه حالا دیگه شما خودتون میدونید که انقلاب فرهنگی که میخواست بشه اول دانشگاه رو بستن بله بعد من آمدم به آلمان البته اول رفتم به انگلیس و اونجا متاسفانه نتونستم ویزا بگیرم و آمدم به آلمان آمدم به آلمان و در اینجا همین علوم سیاسی رو در شهر ماربورگ شروع کردم اونجا نام نویزی کردم و بعد از اون وقتی که فوق لیسانس رو گرفتم علاقه خیلی خیلی زیادی به زبان شناسی داشتم و دکترای خودم رو در رشته زبان شناسی گرفتم در اصل دو رشته خوندم در دانشگاه <applause> صحبت از انقلاب کردین انقلاب فرهنگی شد و شما اومدید خارج و خودتون البته طرفدار انقلاب بودید و در انقلاب هم شرکت داشتید توی تظاهرات و غیره یعنی اینکه آدم مخالف اون رژیم سابق بودید و آدم سیاسی بودید از کی سیاسی شدید در دبیرستان بود که بله در دبیرستان بود 14 15 سالم بود یک تئاتری رو من بازی می و قرار بود که نقش فروشنده دورگرد نابینایی رو بازی کنم همون جدال سعدی با مدعی معروف که در گلستان اومده رو قرار بود که بازی کنیم ولی آقای زانیجی داشتیم که ایشون میخواست که خب یه تاچ به قول شما انگلیسا یه تاچ اکچوال بش بده یک این رو به روز بکنه و به خاطر همین که یه درس اخلاقی بده یک نابینایی میاد و سعدی به این یک سکه انعام میده و نابینا میگه من از نمیدونم امیران و وزیران هم پولی نمی نمی چه رسد به تو اگه میخوای چیزی بخری بخر من این خلاصه این مطلب یادم رفت این نقل و این داست این قضیه که باید بگم رو یادم رفت چون یادم رفت یادم به این شعر عارف قزوینی بود به قول شما منم که میخوندم و اینها و یه دفعه برای اینکه اون یادم بیاد دیدم یه خلا این میخواد بشه شعر عارف خوندم که خوابند امیران و خرابند وزیران یا رب بستان داد فقیران ز امیران همین باعث این شد که ما رو ببرن به سواک و اونجا در جلوی روی من به اون پیرمرد آقای زانیج اون آقای تیمسار که اومده بود به اصطلاح از ما بازجویی بکنه بدون اینکه چیزی بگه یه دفعه زد تو گوش این گفتش که حالا دیگه خوابن امیران خرابند وزیران و من گفتم آقا گفت و و تو خفه شد تو هیچ هیچ من نشستم و هی وجدانم ناراحت بود که اون پیرمرد این باز یک سیلی به اون زد و من همینطور دنیا رو سر من خراب شد که چرا این تقصیر من بوده و اینها و به همین خاطر اصلا رفتم ببینم که جریان چیست چرا این حساسیت وجود داره که خوابن امیران مگه واقعا خوابن امیران خرابند وزیران و رفتم دیدم لاقل به دید من بله چنین بود شما آلمان که اومدید البته یک شخصی به شما خیلی کمک کرد در این زمینه که بتونین برای خودتون جا بندازین و موفق باشید من بی کمک اصولا به این جایی که رسیدم نمیتونستم برسم و مدیون خیلی هایی دیگه هم هستم از جمله شاید منظور شما راینهارد دوست عزیز من باشه که الان ایشون در برلین استاد باستان شناسی هست و ما با هم خیلی نزدیک هستیم ایشون خیلی خیلی به من کمک کرد و با اینکه پدر مادرش شک داشتن که حالا این نابینا ها میخوان بیان اینجا چیکار کنن و اینا ولی او باعث این شد که من بتونم خلاصه جا و مکانی پیدا کنم تو خونه اونا بودم و شش ماه اولی که اونجا بودم زبان آلمانی رو یاد گرفتم اونجا و خلاصه خیلی این همپای من بود این از کجا آشنا شدید؟ ایشون در همون شبانه روزی نابینایان کریستوفل که من بودم در اصفهان بله بله, بله ایشون اونجا کار میکرد و ما اول با هم دیگه اتفاقا خیلی هم خصومت داشتیم برای اینکه من فکر میکردم این جاسوس آلمان هاست و هی بقیه رو تیر میکردم که با این حرف نزنید این یه روز اومد خیر من گرفت گفتش که تو چرا با من بدی؟ گفتم برای که تو جاسوس آلمانی گفت بابا من یه سال دو سال از شما بزرگترم منم دلم میخواد مثل شما بیافتم فکر کردم من نمیدونم شبا شما میرین نمیدونم مشروب میگیریم میبرین قای مکی میگیریم میخورین منم دلم میخواد با شما بیافتم خلاصه هم کارا که نوجوان ها منم بکنم و بعد من دیدم اینجوری گفتم خیلی خوب اگه اینجوریه تو کلید آشپزخونه رو داری امشب میریم اونجا میزنیم به نونای آشپزخونه گفت باشه میریم خلاصه با ما افتاد و, و از اونجا دیگه با هم دیگه رفیق شدیم حالا شما بر تمام این دوره مدت هم در دانشگاه درس میدادید زبان شناسی که خونده بودید چون دکترا داشتید در این زمینه ولی بعد اومدین و ژورنالیست شدید و اومدین در اینجا در جایی که داریم با هم صحبت میکنیم یعنی در دوچوله کار میکنید چرا ژورنالیسم رو انتخاب کردید راستش همیشه یک علاقه به ژورنالیسم داشتم یعنی در ماربورگ هم که بودم و حتی در دانشگاه هم که بودم یک رادیوی محلی داشتیم ما و من با علاقه کار میکردم تو اون رادیو اصلا خودم برنامه ای داشتم و رادیو هم چون به عنوان موزیشن در رادیو کار میکردم برای من یک حالت تقریبا مقدسی داشتم ولی در دانشگاه خب در سمکارم محدود بود و وقتی یک موقعیتی پیش اومد که بیام به دویچه وله چون این علاقه بود تا این موقعیت پیش اومد و نگاه کردم بیدم بله یه همچین جایی خالی شده و یه همچین کسی رو با این مشخصات میخوان اومدم اینجا و امتحان دادم انگیزه اصلی در من همیشه بود برای این کار جورنالیسم شما در جایی گفتید که اول وقتی این سوال زیادی از شما میشد مردم که مثلا سوال های میکردن که به عنوان نابینا برشون جالب بود که چرا مثلا شما چطوری مثلا آیا خواب هم میبینید آیا مثلا زندگی رو چطوری میگذرونید فلا اینا خیلی خوشتون نمیومد از این سوال حالی ها گفتید که به این نتیجه رسیدید که نظرت عوض شد و فکر کردین که بایستی حق دارن مردم این سوال رو بکنن و جواب بدن حالا چون حق دارن مردم این سوال رو بکنن من یک سوال دیگه هم از شما میکنم در این زمینه و اون اینه که من میدونم که شما به سینما علاقه مندید و فیلم های زیادی هم دیدید و میبینید چطور فیلم میبینید؟ در اصل نابینا ها فیلم رو میشنوند ولی فضایی که شما مثلا وقتی میرین تو سینما این فضای بصری که خود به خود تو این سینما وجود داد این پرده سینما این مردمی که اونجا میان برای دیدن یا اینکه وقتی جلوی تلویزیون نشستین همینه این برای یک نابینا یه حالت دیگه رو ایجاد میکنه حالا غیر از اون وقتی که من یه فیلمی رو تماشا میکنم اگر کسی کنارم باشه کمتر ازش میپرسم که چی شد البته آدیو دیسکریپشن هم وجود داره که مثلا حرکاتی که هنر میکنن و یه کسی توضیح میده اما همه این فیلم ها و فیلم ساز ها و تهیه کنندگان فیلم اینها یک داده های صوتی دارن یک بانک صوتی دارن که مثلا برای فلان صحنه باید از اون موزیک استفاده کرد باید از اون صدا استفاده کرد و نابینای مثل من که خیلی فیلم دیده آرام آرام با این بانک صوتی بانک اطلاعاتی آشنا میشه یعنی مود میوزیک در واقع دقیقا نه فقط میوزیک بلکه اون صحنه با یه سری صداهایی در نمیدونم صحنه بوسه که اون سکوت ایجاد میشه چه میدونم همه این حرکات یه صداها... حالات شما حالات... حس بله این حالات با یک صداهایی همراهه که آرام آرام آدم با این صداها آشنا میشه کتابی چاپ کردید که ترجمه شماست از به نام از چشم نابینایان اه... که درباره نابینایی است که از آن رژید دنی جرو و گرت هوفمان چیزهایی هستش که شما تجربه کردید در حال حاضر هم کتابی رومانی ظاهرا تموم کردید و آماده دارید میکنین برای چاپ چی هست این رومان؟ ظاهرا بر اساس زندگی خود داره دقیقا البته که خب یه رومان هیچ وقت خود زندگی اون شخصیت اصلی یا پس زمینه اون کسی رو که در نظر داره نیست ولی بله داستان دو تا نابینا هست که اینها یکیشون گیر میکنه سر مرز و نمیتونه بیاد و یکیشون با وسایل اون یکی دیگه میاد آلمان و وسایل این از جمله یادداشت های اون نابینا نادر قهرمان داستان یا شخصیت اصلی داستان هست که این میاره و با خودش میاره و بعد از 20 سال شروع میکنه اینها رو بازبینی کردن و میبینه که بله چه زندگی اون داشته و چون خودش پیشرفت نکرده همش قر میزنه نق میزنه و میگه که این اینجا رو دروغ میگه اونجا رو راست میگه و خلاصه این دوتا نابینا در جدال با همدیگه نشون میدن که این جهان نابینایان چجوری کار میکنه شما داره آدم خوشحال و راضی از زندگی هستید حالا اگر فردا امکانی پیدا بشه که بشه مثلا با تحمل زحماتی شما بتونید بیناییتون رو به دست بیارید آیا حاضرید هر رنجی رو قبول بکنید یا اینکه واهمه دارید که زندگیتون از اون آرامش زندگیتون به هم بخوره نابینایی اصلا چیز خوبی نیست اینه که من خیلی خوشحال میشم اگه یه چنین وضعیتی پیش بیاد ولی یک پروفسور والتر اینجا هست که یک یک عملی میکنه و یک عینکی هست به اسم آرگوس عملی رو چشم میکنن و شما میتونید یک دایره جلوتون یه شمایی ببینید من اونقدر حاضر نیستم که رنج تحمل کنم که یه ذره بینایی به دست بیارم ولی اگر اینطور بشه که من بتونم کتاب بخونم و بتونم دیگران رو اینجور که دیگران تعریف میکنن ببینم و به قول معروف رنگ ها رو ببینم بله خیلی متشکرم آقای اسکندر آبادی شرکتون در برنامه ممنون شما